آقا سلام، به یه ویدیو دیگه خیلی خیلی خوش اومد. بچه ها یه تورنمنت فوق العاده بزرگ شرکت کردن، فقط در این حد بدونید که سند باکس، بتفاس و کلی پلیر دیگه دو دو و بچه ها نمیتونید تصور کنید، منم اولشونم، یعنی نفر اول منم اصلا میشه دارم میخوام بازی بکنم، باید فکر کنم با سند باکس نفر اول بازی بکنم. بچه ها خیلی قرار ویدیوی شاخی بشه، شما فقط تصور بکنید یه دقیقه تو مغزتون، یه دقیقه تصور بکنید که من قراره با سند باکس توی دوئل با هم دیگه بازی بکنیم توی بسا 5 و بسا 3. بچه ها تا اینجا من دو راند رو خودم به تنهایی تیمم کشیدم بالا، بچه ها جایزش $500 اگه این تیم رو ببریم و تیم بعدی رو ببریم رسیدیم به فینال. دو تا در واقع تیم رو خودم به تنهایی حذف کردم بچه ها، به تنهایی تنهایی. اینجا رو نگاه بکنید بچه ها، ببینید اینجا رو بیکی پاولو رو زدم، این آب خوردن پاولو رفت برای خودش، رفیقم بچه این پاولو و و و این پلیر نچسب نچسب نچسب، این آلف کیو، این خیلی نچسب، زدم ترکوندمش، کلی هم بی ام کردم با ترکیب اصلی خودم. قرار ویدیو رو بچه با هم دیگه داشته باشیم. سند باکس، یا خدا یا خدا سند باکس. بچه نوشته سند باکس لطفا برو بخواب. این هم گروهی منه یا بچه ها، میگه لطفا سند باکس برو بخواب، ولی بچه ها من قراره که امروز سند باکس هم بزنم با امید خدا، نمیدونم حالا بتونم نتونم. الان دارم تو گروه باشون چت میکنم، بچه ها منتظر این یک دقیقه شروع به بازی باشید. قراره یه ویدیویی ببینید که سطحش خداست، متوجه سطح خدا خواهید شد توی این ویدیو. بذارید آها میوزیک قطع شد، خیلی هم عالی. اوکی وی ار ریدی، بچه ها ریدی آماده است، ریدی ان آماده ان. بچه ها سند باکس همین چند دقیقه پیش توی مسابقات حضوری توی مادرید اسپانیا در مقابل ویتور کال ویتور، من خودم بازیشو لایف دیدم، شکست خورد. بچه ها شکست خورد توی برکت لوور، والا سوزد و نفر سوم جهان توی اون رشته شدش. بچه ها الان توی مادریده و قراره که فوق العاده بتلای اصلا باورتون نمیشه دیگه، هر چقدر بگم کم گفتم. دودو اول با دودو بازی میکنم، اگه ببرمش سند باکس و اگه بعدش بتونم ببرم این یارو سرانیتی و نایت و گوبلین جاینت هم بنه. بچه ها نایت و گوبلین جاینت، من حواسم باشه ترکیبم اینه، هیچ نایت و گوبلین جاینت نداره. اوکی ریکوست بتفست، او بچه ها بتفست قبلش من نخوندم، بچه ها بتفست در برابر داداشتون، یا خدا. بچه ها بتفست در برابر داداشتون، من زیاد تو لدر باشون بازی کردم، ولی خب بچه ها خیلی وقته که دیگه با هم دیگه بازی نکردیم با این پلیرها. تایمی که ازش میگذره شاید حدود 6-7 ماه باشه که من آخرین بار با بتفست بازی کردم، البته یه بار با ترکیب هوگرایدر به هم خورد یکی دو ماه پیش، ولی خب کلن به کل این پلیر ها خیلی وقت پیش نخوردم. بچه ها همکنون مسابقات کلش رویال لیگ داشتون میخواد بازی بکنه در برابر بتفست سند باکس و کلی پلیر فوق العاده دیگه، بریم شروع بکنیم به نام خدا، ببینیم چی میشه. بچه ها من هیچ صحبتی نمی کنم، ترجیح میدم که تمرکز کنم رنگ یک جهان توی گلوبال. Ha ha ha!
او شیت بکنم تستا داره. آه نه بچه های بودوشنه آرچر دهنمون سرویس میکنه فکر کنم. اوکی یا خدا چرای اِوولوشن سوتی دادم. شت لعنتی. آخ بچه ها من اگه بالون آخر به جای بالون گریویارد می زدم بازی رو می بردم، چون اگه گریویارد می زدم دیگه تمام اکسیراش رو برای دفاع خرج می کرد با یه عروس. آخ چه اشتباهی کردم، ولی سخت بود بچه ها، بتفاست سخت بود، حریف خیلی قدر و سختی بود. بچه امیدوارم تیممون ببره. مچاپای تیممون رو با هم دیگه میبینیم. ببینید بتفست تو گروه اوناست، دو دو هستش، سندباکس هست. الان من باختم، برانس یکی از رفیقای خودمه بچه ها. گروهی که داریم همه آلمانیان، فقط من توشون ایرانیم، یعنی همشون آلمانیان. هر کی میبینید شما اونجا، برانس یکی از پلیری خیلی خوبه، تا پسر جهان داره.
توی این اکانتش البته تاپ 200 داره، ولی خب توی اکانت دیگهش خب میدونم که تاپ 100 داره. ولی بچه بازی دستم بود، یه خورده بهتر خوب بازی کردم، اگه یه خورده بهتر میتونستم اداره بکنم کار رو قطعا بازی میبردم. بچه ها جلوی آلف کیو یکی از بهترین مچاپ هایی که میشد رو ارائه کردم. کینگ تاورم فقط در این حد بدونید که از دوتا تاور فرعی اچپیش کمتر بود، در این حد دیگه چیز شده بودش قضیه، سخت میشد قضیه. خب نمیشه یک دقیقه بچه ها مچاپ های رفیقم ناکنین، امیدوارم بچه ها بتونن چیزی که حقمونه رو بهش برسیم. فقط میتونم همینقدر بهتون میگم، اگه این مچاپ رو ببریم تیم بعدی محمد لایته، اگه بتونیم ببریم تیم بعدی محمد لایت و لوکاس و والاس و یه نفر دیگه است. بچه ها دیگه شما فکر کنید چقدر دهنم قرار سرویس بشه اگه ببریم. خب بچه ها بریم مچاپ رفیقمون رو نگاه کنیم، امیدوارم بتونه بتفاسش شکست بده، کار سختیه البته. خدای راستشو بگید خوب بازی کردم یا نه آقا؟ بالاخره میتونم بگم اشتباه من بالون آخر بود قطعا، اگه به جای بالون از کارتی مثل چه میدونم گریویارد استفاده میکردم، اون مجبور میشد تمام کارتشو برای دفاع بریزه و من با یه عروض میتونستم دمیجی که میخوام رو ازش بگیرم، یعنی در کل میتونستم بازی ببرم. اینطوری بهتون دارم میگم، مثل اینکه رفیقمون از پس بتفس نمیدونم ولی فکر نکنم بریو دست پسش برانت. حتی برانت پلیری خیلی خوبیه، من به تیم قبل ترکیبم عوض کردم برای بتل آخر، گفتم یه چیزی بشه چیزو زدم یارو کی اسمش بگید اسمشو پاولو رو زدم و اونی که تاکسی که ازش خوشم نمیاد اسمشن رو یادم نمیاد، اون دوتا رو زدم بعد برای بتل آخر ترکیبم عوض کردم و بهش باختم. این برانت نیستش که در واقع حریفی که منو شکست داد رو ببره، پلیری خیلی خوبیه ولی خب جلوی بتفس خیلی کارش سخته متاسفانه. بذارید مچاپ تموم بشه، مچاپ پاولو و اون تاکسیک پلیر رو بهتون نشون میدم که چطوری پیش رفت. بچه این بتفس چقدر خوب با بالون بازی میکنه، چیز آرچر بازی میکنه. شیت فکر نکنم، نه تنها شانس اون رفت برای بتل آخر دیگه، بتل آخری که رفیقمونه. بچه آرچر اِوولوشن خیلی سمه. آقا من کارت جدید چمپیونو خیلی قبول دارم، این کارت بالانسیه آقا، خیلی خوبه. نه اینکه حالا تو ترکیبم جواب داده ها، نه اون به خاطر اون نمیگم، کارت بالانسی اوکیه، قویه، خوبه، سوپر نیست مثل آرچر اِوولوشن. نگاه کنید شما آرچر اِوولوشن نگاه کنید. بچه ها این تیمی که دارید مشاهده میکنید سر جمع یه دوتا قهرمانی کلش رویال لیگ دارن با هم، سر جمع بخواید حساب بکنید خیلی تیم قوی به ما خورد شانس ما. حالا اینم قوی بود قبلی، خدایی نما کنید شما بیکی پاولو جفت اینا خدایان فرانسه هن بچه ها، آلیف کیو و این بیکی پاولو، و پاولو که داشت با یه ترکیب خیلی زد بازی میکرد، اینم که من ترکیبمو خواستم برای فان عوض بکنم ولی خب اشتباه کردم، اگه با ترکیب اصلی میرفتم که اینو زنده زنده میخورد این ترکیب زد کوان کواتینو چیه. خب بچه ها بریم بطل بعدی ببینیم، امیدم فقط به این دیسترویر ان ال دیگه، امید خب بریم.
داشتم تایپ میکردم تو گروه، گفتم اگه من گریویارد آخر پلی میدادم یکی از بچه‌هاشون حرفی که الان گفتم رو تایید کرد، گفت اگه تو گریویارد پلی میدادی تو بازی رو میبردی. میگم بعض وقتا نمیدونم مغزم خوب کار نمیکنه. شت، آره راست میگه، من دارم بچه چیزا رو میخونم تو گروه واتساپ دارم میخونم، راست میگن خدایی، اگه گریویارد رو پلی میدادم به جای بالون قطعا بازی رو میبردم، چون دمه این جایی که وارد شده بودیم تا دستانی آخر برابر بود، ماینر آخر قشنگ گذاشتم راحت بزنه، اصلا اشتباه کردم. امیدوارم فقط این دیسترویر بتونه بازی رو ببره، تا اینجا که عالی عمل کرده، پلیر خیلی خوبیه. بچه تیممون خیلی قویه ها، شاید اسما رو دارید میبینید نمیشناسید، ولی تیممون یکی از بهترین تیماست. شما تصورش رو بکن، تیم فرانسه رو زدیم، همشون فرانسوی بودن، یه دونه تیم قبلش بود خیلی قدر بودن، اونا هم زدیم، تیمون خوبه. داره میگه که نه داداش تو 4 بتل رو پشت سر هم برام بردی، این اشتباه من بود، اون فاولته داره میگه قبلی که باخت. شت، فکر کنم دستروی داره بازی برامون برمیگردونه، ورق داره برمیگرده احساس میکنم، امیدوارم بتونه. این بتفس خیلی پلیر خوبیه، من لینکش رو داشتم تو اکانت اصلیم، ولی هیچ وقت انگار قسمت نشد که توی این اکانت بگیرمش، دقیقا مثل سندباکس، من سندباکس رو توی اکانت اصلیم داشتم باشن یادم. بچه ها من کارت چیزم مکس کردم براتون که دیگه قشنگ به جای بومبر قوقا میکنه، این کارت ناموسن بومبر رو میذاره تو جیب بغلش. احساس هم اینه که بتفس بازی رو دوباره بازی بر میگردونه، احساس من اینه. بچه بازی برگردون بتفس، بازی برگردون، چی میشه گفت در وصف این حرکات؟ تیممون بدشانسی ها بود بچه ها، بدشانسی اول که برای من بود، بدشانسی دوم هم داریم میبینیم دیگه. لعنت به این شانس. آرتر بزن جون مادرت. اوکی. سمت چپ راست داره حمله میشه، ببینیم. آخ این بولر اصلا اجازه هیچ حرکتی رو نمیده، هیچ. بزن جون مادرت میگا نایت. شت، گفتم بازی برمیگردونه، من این روز برام روشن بود. این چرا پویزن رو زد راست؟ آه اورچر مجی شیت. آه شیت، بچه تیمون باخت، آه تیمون باخت متاسفانه. این بتلوم این تیمو میزدیم، تیم بعد محمد لایته، چون از قبل برده بودن تیم قبلی رو، محمد لایت هم میبردیم $500 میبرد بچه ها، هر نفرمون $500 میبردیم، ولی خب بچه ها زدن این تیم واقعا کار سختی بود، واقعا کار سختی بود. شیت هاج آقا ها بچه ها بریم آلف کیوی لعنتی، نه دیگه نمیخواد، بردمشون دیگه خیلی راحت.
آره بچه، خواستم این ویدیو رو براتون بگیرم، واقعا ویدیو خفنی شد. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت و سابسکرایب اصلا یادتون نره. فعلا تا یه ویدیو خفن دیگه.